دوم تیموتاووس فصل چهارم. در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را وظیفه می دهم که پیام را اعلام کنی. در وقت و بی وقت آماده کار باش و دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر و حوصله تمام تعلیم بده، زیرا زمان خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد، بلکه از خواهش‌های خودشان پیروی می‌کنند و برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد تا نصیحتی را که خود دوست دارند از زبان آنها بشنوند. آنها از شنیدن حقیقت خودداری می‌کنند و به افسانه‌ها توجه می‌کنند. اما تو باید در تمام شرایط هوشیار بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در انتشار انجیل کوشش کن و وظیفه خود را به عنوان خادم خدا انجام بده. اما من وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است. من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودم و دوره خود را تمام کردم و ایمانم را حفظ کردم. اکنون تاج پیروزی در انتظار من است، همان تاج عدالت که خداوند یعنی آن داور عادل در روز قیامت به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بلکه به همه آنانی که با علاقه انتظار ظهور او را دارند عنایت خواهد فرمود. کوشش کن که هر چه زودتر پیش من بیایی، زیرا دیماس به خاطر عشقی که به این دنیا دارد مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و کریسکیس به غلاطیه و تیتوس به دلماتیه رفته است. تنها لوقا با من است. مرقس را گرفته با خود بیاور، چون برای کارم مفید است. تیخیکس را به افسوس فرستادم. در موقع آمدن چپن مرا که در شهر تروآس پیش کارپوس گذاشتم و همچنین کتاب ها و از همه مهمتر نسخه های بروی پوست را بیاور. اسکندر مصر ضرر بزرگی به من رساند. خداوند مطابق اعمالش به او سزا خواهد داد. تو نیز از او احتیاط کن، زیرا شدیداً با پیام ما مخالف بود. در اولین محاکمه من هیچ کس جانب مرا نگرفت، همه مرا ترک کردند. خدا این عمل را به حسابشان نگذارد. اما خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و آن را به گوش تمام مردم غیر یهود برسانم و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. خداوند مرا از همه بدیها خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی خود خواهد رسانید. بر او تا به ابد جلال باد. آمین. با پرسکلا و اکیلا و خانواده اونیسیفورس سلام برسان. ارستوس در قرنتوس ماند و تروفیموس را در میلتوس گذاشتم، زیرا مریض بود. کوشش کن که پیش از زمستان بیایی. یوبولوس، پودنس، لینوس، کلاودیا و تمام برادران سلام می رسانند. خداوند با روح تو باشد. فیض خدا با همه شما باد.